بسم الله الرحمن الرحیم. صبح شما عزیزان بخیر، امیدوارم صحت و سلامت باشید. امروز درس اول ما انشاءالله شروع میکنیم که درس اول ما خونریزی های دوران حاملگی میباشه، چی در ترایمستر اول، چی در ترایمستر دوم و چی در ترایمستر سوم میباشه. اهداف ما در این فصل چیه؟ یا اهداف ما در خواندن از این خونریزی ها یا یاد گرفتن این خونریزی ها چی میباشه؟ اهداف ما اینه که خونریزی های دوران حاملگی میتونه سبب افزایش مرگومی را مادر و جنین میشه، پس بسیار حائز اهمیته که باید شما عزیزان به صورت درستی رو بشناسین، امراض رو بفهمین، به آشنایی پیدا کنین، تشخیص بدین، تدابیر به صورت درستی بتونین بکنین که خونریزی های اوایل حاملگی شامل سقط، حمل خارج از رحم، حاملگی مولر و اواسط حاملگی هم خونریزی های اواسط حاملگی شامل ابرقش و پلاسنتا یا جدا شدن جفت و پلاسنتا پریویا یا قرص پلاسنتا در پروحه داخلی اون و رحم میباشه. که خونریزی های اوایل حاملگی شامل سقط یا ابرشنای که از این قسمت که ما مورد مطالعه قرار میدیم امروز سقط ها مورد مطالعه قرار میدیم. سقط عبارت از ختم حاملگی به هر وسیله‌ای که باشه قبل از هفته 20 حاملگی به نام سقط گفته میشه و یا اینکه وزن جنین اگر کمتر از 500 گرم باشه سقط گفته میشه. سقط به دو شکله، سقط به نفسهی داریم یا اسپونتانیوس و سقط تحریک شده یا ایندیوس دوشن داریم. که سقط به نفسهی در صورتی که سقط بدون کدام مداخله میخانیکی یا دوایی صورت بگیره به نام سقط به نفسهی گفته میشه، یعنی خود به خود نزد خانم درد و خونریزی و تقلصات پیدا شه سبب دفع متویات شه به نام سقط به نفسهی گفته میشه. که سقط به نفسهی شامل تهدید سقط، سقط کامل، سقط ناقص، سقط اجتناب ناپذیر، سقط سیپتیک، سقط فراموش شده و حتی سقط راجعه یا سقط عادتیه که یک بحث تخصصی و فوق تخصصیه که در اینجی فقط از یک تعریفی ما یاد میکنیم، بیشتر توصیه نمیدیم. سقط تحریک شده که به نام ایندیوس تباشن میباشه به ختم حاملگی توسط مداخله دوایی یا میخانیکی به نام سقط تحریک شده گفته میشه، یعنی خانم حمل میگیره توسط دوا خود ازی به صورت جبری یا دوا میگیره که خود ازی میخوای رو سخت بره و یا اینکه یک تعداد مواد میخانیکی در قسمت اون رحم استفاده میکنه در به خاطر دایلت شدن اون رحم و دفع متویات و تازه جمله مسقط جنایی هم شامل از این سخت میداره. از نظر پاتولوژی خونریزی ها در نظر مریضی که مصاب سقط میشه نزد از این ایجاد میشه و خونریزی در خلف دسج و بزر از وجود میاد و بالاخره آهسته آهسته میتونه که سبب نیکروز منحیه میشه و بالاخره خونریزی شدیدتر میشه و از طریق جنین نزد خانم دفع میشه. زمانی که همین تخمق از دسج و دفع میشه خود جدا میسازه، زمانی که جدا شد دفعتن یک خون تقلص شدیدی نزد خانم وجود میاد، درد در قسمت سفلی بدن در کمر در نزد خانم ایجاد میشه و بالاخره محتویات دفع میشه. با باز کردن سقف زمانی که دفع محتوی صورت میگیره ما محتوی اگر ببینیم داخل از یک مقدار مایع وجود داره گون مایع امنیوتی که و اگر داخل از این سقف فقط مایع وجودش هیچ نوع ایمبریوی دیده نشود به نام بلایت دو هم گفته میشه که به نام تخمک پوچ هم یاد میکنه. علت اساسی و در 95% از موارد اختلالات اسپرم در نزد مردها میباشه که اگر خانم دو سه سقط به شکل ولایت اوم انجام بشه در نزدی ما عاجل آزمایش اسپرم و گرام در نزد شوهر از اجرا میکنیم تا ببینیم مشکل در اسپرم شوهر از ممکنه باشه که باید تدابیر اساسی نزد شوهر ایجاد شه و بعد خانم حمل بگیره. در سقط هایی که مدت طولانی از تیر شده باشه این مایع امنیتی آهسته آهسته جذب میشه و جنین شکل فشرده رو بخون میگیره که به نام فتال کامپریسوس گفته. اگر باز هم در این حالت ولادت نزد خانم صورت نگیره یا سقط صورت نگیره محتویات دفع نشه جنین خشک‌تر میشه که به نام فیتوس برای پاپیراسیوز میتونه بسازه. اسباب از چیه؟ از نظر اسباب حدود 80% سقط‌ها قبل از هفته 12 حاملگی اتفاق میفته. با پیشرفت سن احتمال سقط هم کاهش پیدا میکنه. اسباب از این میتونه به شکل جنینی باشه، به شکل مادری و به شکل محیطی میتونه باشه. اسباب جنینی میتونه چی باشه؟ یک تعداد ناهنجاری های کروموزومی میتونه سبب سقط جنین بشه. جرم سل های غیر طبیعی، اگر همو حجرات جرم سل که در خصیه های مرد وجود داره اگر به صورت درست رشد نکنه، حجرات کافی نسازه، میتونه که اختلالات جرم سل ها میتونه که سبب سقط در نزد خانم ها میشه که زیادتر ولایت اوامر میسازه.
دوران گزینی، اگر موقعیتی که بیزه قرص میشه به صورت درست آماده نباشه، یا فیبروم چیزی باشه، یا کدام سپتیشنی باشه که روی از ایجاد میشه، نهیه کافینیه برای سقط، برای احتمال دادن برای پیشرفت حاملگی سبب سقط میشه. نقایص تکامل پلاسنتا، اگر پلاسنتا به طرف عدم کفایت برای خون سنی به صورت درست نزدی ایجاد نشه، در پلاسنتا خون کافی نرسه، پس سقط حتمیه در نزد خانم ها. و از جمله تشوشات کروموزومی تقریبا 50% سقط ها که اسباب جنینی باشه تشوشات کروموزومی، که یعنی ملی های کروموزومی به زیادتر در سقط های ترامستر اول سبب سقط میشه، و بعد از ترامستر اول یعنی در ترامستر دوم که سقط صورت میگیره احتمال انومالی های کروموزومی کاهش پیدا میکنه. حدود 5% انومالی های کروموزومی ترایزومی اوتوزومی تشکیل میده که اکثرا به صورت ترایزومی 16 متبقی از به شکل ترایزومی 13 22 و 21. اسباب مادری و محیطی داره. اسباب مادری از این انتاناب میتونه باشه، مثل چی؟ مثل لستریا، کلامیدیا، مایکوپلازما، توکسوپلازما و هرپس. یعنی زمانی که خانم حمل میگیره اگر از طریق ویژنال ویژنای تست داشته باشه یا کدام انتان شکل به نام بند شکل لستریا یا کلامیدیا یا مایکوپلازما و توکسوپلازما لابراتوار تشخیص بده، اینا زیادتر میتونه سبب سقط بشه. پس خانمی که حمل میگیره زیادتر باید ادرار نزد از اونا آزمایش میشه و حتی معاینات ویژنال نزد خانم، آزمایشات از محتویات ویژنال نزد خانم صورت میگیره که اگر مصاب به عفونت باشه هرچی آجل تدوی میشه و بدن حمل میگیره، و یا اگر حمل گرفته باشه باید آجل تدوی شه که سبب سقط میشه. فکتورهای محیطی مثل شعاع زیادتر، مثلا کسانی که مصاب کانسر باشن یا رادیوتراپی شن یا در همون ساحه رادیوتراپی کار کنند، ایفای وظیفه کنند، میتونه مو شعاع سبب سقط جنین میشه. اگر آیودی داشته باشن، بعضی خانم ها با موجودیت آیودی هم حمل میگیره، خود آیودی اگر در نزدیک به محل قرص پلاسنتا باشه میتونه سبب پارگی پلاسنتا و خونریزی در نزد خانم بشه. تماس با توکسین های محیطی مثل ارسنیک، سرب بنزین و فرمالدهیدین هر کدام میتونه سبب سقط بشه. استفاده از الکل، خانمی که الکلی باشه و خانمی که سیگریتی باشه یا کافئین زیاد بگیره که بیشتر از 5 پیاله کافئین یا قهوه و هر روزی بگیره میتونه که سبب سقط جنین بشه. سویت غذایی داشته باشه، کمبود بعضی از مواد در عضویت غذایی باشه میتونه سبب سقط بشه. انومالی های اندوکرین مثل خانم هایپوتایروئیدیسم باشه، تیروید در نزد از کاهش پیدا کرده باشه، تیسی و تیچار کم باشه، پس برای رشد جنین ما ضرورت به چی داریم؟ به تایروکسین داریم. باید سطح تیسی و تیچار بالا باشه، اگر پایین نرمال باشه، اگر پایین بود رشد جنین صورت نمیگیره و جنین سقط میشه. کمبود پروژسترون هم میتونه سبب سقط جنین میشه. حتی فاکتورهای ایمونولوژیک مثل سندروم آنتی فوسفولیپید که این هم عبارت از یک سندرومیه که حلقات بسیار کوچکی در شرایین کوچک پلاسنتا ایجاد میکنه، خونریزی رو پلاسنتا متوقف میسازه یا کم میسازه، به علت کمبود خون در پلاسنتا و خون به صورت درست به جنین نمیرسه، جنین دایت میشه در داخل بدن یا سقط میسازه در داخل رحم. ترومای شدید به بطن، اگر خانم کدام مشکل جراحی داشته باشه که در ترامستر اول عملیات چه میتونه زیادتر سبب سقط جنین میشه. انومالی های رحمی باشه، مثلا رحم دو قرنه باشه یا یک قرنه باشه، یا رحم حجابدار یا سپتیشن داشته باشه، یا عدم کفای عمق باشه که عمق دایره دیشن داشته باشه بس دهدل نشه، میتونه سبب سقط میشه. یا فیبروم باشه که محتویات حمل به روی خود فیبروم چی شده باشه، قرص شده باشه. یا سندروم آشرمن باشه، سندروم آشرمن هم عبارت از چسبندگی خود جوف رحمه که به علت انتانات میتونه ایجاد شه، یا میتونه به علت کورتاژی که نزد خانم صورت گرفته لایه های زیاد برداشته شده مزاحم مصاب نیکروز میشه و بالاخره چسبندگی در ساحل به وجود میاره، که چسبندگی اگر شدید باشه کامل جوف رحمه حتی کرده باشه اصلا حملی صورت نمیگیره، اگر به صورت قسمی باشه میتونه سبب سقط جنین میشه. تهدید به سقط چیه؟ تردید به سقط عبارت از هر گونه خونریزی یا ترشح خونی خونالودی که در ترایمستر اول حمل در نزد خانم وجود بیاره، ما تردید به سقط فکر میکنیم. در این حالت ممکنه خونریزی خفیف باشه، میتونه همی خونریزی خفیف همراه با درد باشه، اصلا خانم درد نداشته باشه، یا دردی که داره میتونه به صورت چی باشه؟ کرمپ مانند دردای کلیکی داره خانم، این عادت ماهوار در نزد از روز دل و کمر از روز درد میگیره، ممکنه خونریزی خفیف باشه و گاهی اوقات میتونه خونریزی شدیدتری هم داشته باشه. زمانی که ما او را اگر ماینه به جنر کنیم اون کاملا بسته، سونوگرافی کنیم، جنین از این کاملا زنده، پس هیچ جنین به نام جنین سختر به نام تهدید به سخت یاد میکنن،
که در 50% از موارد میتونه که همین تهدید به سقط منجر به سقط کامل میشه، کامل نزد خانم سقط میشه. و ما تهدید به سقط زمانی که مریض به طب مستر اول مراجعه میکنه و همین خصوصیت داره، ما باید خونریزی ترا مستر اول حمله به چند مریضی فکر کنیم. ممکنه خانم پولی و اون کار هم داشته باشه، ممکنه خونریزی به علت قرص بیضه که در کتاب شما آمده به هفته 3 الی 6 تا حاملگی صورت میگیره، زیادتر قرص بیضه در هفته 10 حاملگی صورت میگیره که میتونه سبب خونریزی ها به صورت لکه‌بینی یا زیادتر از لکه‌بینی میشه. خب باید به او تشخیص دقیقی بدیم. میتونیم با حمل خارج از رحم، با حمل مولر، با سرویسایت التهاب سرویکس و همچنین با کارسینومای اون باید تشخیص دقیقی بدیم. و تلافی از این چیش قسم می باشه. خانم ما استراحت می دهیم، استراحت بستر. انرژیزیک برای خانم می دهیم بخاطر درد از این. پروژسترون می دهیم بخاطر از این ممکنه کم بوده پروژسترون سبب سقط شده باشه. وقت می ریزه پرهیز می دهیم از مغاربت. نباید مغاربت این از این صورت بگیره که می تونه سبب ایجاد سقط میشه. و همچنین اگر گلوب خون از این دیدیم و منفی بود، آجر روغم نزد مریض بخاطر هپساجنین از این می تونه ما روغم نزد از این تجویز کنه. و مریض تحت کنترل میگیریم. بعد از چند روز مریض پس دوباره بررسی میکنیم، ساعت بیت اچ سی جی از این میبینیم که اگر حمله نرمال باشه 48 ساعت بعد میتونه در حدود 65% بیت اچ سی جی افزایش پیدا میکنه، پروژسترون از این تعیین میکنیم و این معاینات نزد مریض ما اجرا میکنیم. و اگر تهدید به سقط باشه و سقط صورت نگیره میتونه سبب ولادت های پریمچور یا قبل از وقت شه، وزن پایین زمان ولادت باشه یا این افزایش مرگومیر پرینتال در زمان ولادت ایجاد میکنه. ما انواع سقط های دیگه داریم. سقط اجتناب ناپذیر، سقطی که ما هیچ وقت نمیتونیم از او جلوگیری کنیم یا این وایت بلا باشنه کسی امیون نزد از اینو پاره میشه یا تمزق میده، اون دایرتش هم پیدا میکنه و باز میشه. در این حالت مریض ممکنه درد داشته باشه، مریض خونریزی پیدا میکنه، توسط اون پیدا میکنه و ما هیچ کاری کردن از خانم نمیتونیم و بالاخره سبب چی میشه؟ سبب سقط در نزد خانم میشه. و همچنین گاهی اوقات در نزد خانم میتونه یکی از یا دو تا از این موارد ذیل هم میتونه در نزد خانم وجود داشته باشه. مثل چی؟ ممکنه مریض فسمان پیدا کرده باشه، یعنی اون کوتاه شده باشه و نرم شده باشه، دایلتشن بیشتر از 2 سانتی پیدا کرده باشه، خونریزی از بیشتر از 7 روز باشه نزد خانم، آبریزی خانم داشته باشه، درد داشته باشه، باران بخش اصلا جواب نده و همچنین نشانهای ختم حاملگی میسته، خروج محتویات هم در نزد خانم ایجاد شه، خود از این حکایه میکنه ما پارچه دیدون در نزد میری کدام چیزی بفتاد. در این حالت ها میتونیم ما سقط اجتناب ناپذیر تشخیص بدیم. ما سقط های فراموش شده داریم. با وجود مرگ جنین محصولات حاملگی برای چندین هفته در داخل رحم باقی میمونه و این میتونه که مریض زمان مراجعه میکنه ممکنه هیچ نوع علامتی نداشته باشه، از یک امنوره حکایه کنه، ولی ممکنه مریض خونریزی به شکل سیارنگ حکایه میکنه یا خونریزی قهوه‌ای رنگ حکایه میکنه به شکل لکه‌بینی. زمانی که مریض معاینه میکنیم اون کاملا بسته، اون بسیار سخته، بسته سخته و خونریزی به شکل قهوه‌ای رنگ در نزد خانم میتونه موجود باشه و اگر این ادامه پیدا کنه به حالت نرمال سقط ایجاد میشه تا کمتر از یک ماه باید خود به خود دفعش محتویات درد در نزد خانم پیدا میشه و اگر بیشتر از یک ماه ایجاد شه میتونه در نزد زن DICR بسازه که DIC یعنی Disseminated Intravascular Coagulopathy که در این حالت اختلال انتشار NFID در نزد خانم به وجود میه به شکل منتشر و میتونه به شکل نقاط کبود رنگی در نزد زینا در سطح جلد زینا در هر قسمت به وجود میه که خیلی به ندرت در سقطهای فراموش شده ایجاد میشه، زیادتر در مرگ جنین در داخل بطن مادر یا در داخل رحم مادر میتونه زیادتر وجود میه. ما سقط کامل داریم و سقط ناقص. سقط کامل زمانی که محتویات کاملا دفع شده باشه، اون رحم بسته میشه و رحم هم متقلص و سخته، خونریزی هم متوقف. ولی سقط اگر ناکامل باشه یک قسمت از محتویات دفع میشه، قسمت دیگه داخل رحم میمونه. زمان مریض معاینه میکنیم اون قرض بس باز و خونریزی بسیار شدیده که ما باید در اینجا ایجاد میکنه که هرچی عاجلتر مریض کرداش کنیم و محتویات دفع بسازیم. ما سقط سپتیک داریم. سپتیک یعنی سقط منتن، سقط عفونی، سقطی که همراه عفونت تناسلی باشه سقط سپتیک گفته میشه. با انتشار سیستمیک عفونت میتونه همراه باشه. زمان مریض مراجعه میکنه یک ترشحات بسیار بدبویی در محول اون قضیه دیده میشه، مریض در بطن جست میکنه بسیار حساس، دردناک، حساسیت بطنی داره، رحم حساس، درد بسیار شدید داره، ما جست میکنه، مریض بسیار انیمیکه، علائم پریتونیت داره، مثل تاکیپنی مریض داره، تب داره و حتی تب از 38 تا 40 درجه تب هم میتونه داشته باشه.
گاهی اوقات مریض هایپوترمی داره، بسیار سرده. دلیل از این دلیل از او اینه که مریض به طرف شاک توکسیک رفته، چون انتان آزاد شده و میتونه باعث ایجاد تب شده در نظر از این، مایع زیاد دفع شده در نظر از این و بالاخره باعث وجود آمدن سردی در نظر از این میشه، مریض به شاک هم میره. پس به ایالت ما باید چه کار کنیم؟ در مراحلی که عفونت در نظر از این کمتر باشه، علائم خفیف باشه، مریض صورت سر و پا تداوی میکنم. اگر شدید باشه مریض عاجل به شفاخانه بستر میکنم، آنتیبیوتیک تبسی و تیف در نظر از این به شکل وریدی تطبیق میکنیم، دو یا چند آنتیبیوتیک تا مریض جور شه. ولی ما به صورت عاجل اجازه نداریم مریض کورتاژ بسازیم، چرا؟ که مریض منتنه، جدارهای رحم به علت حمل بسیار نازک شده، بسیار شله. اگر ما مداخله کنیم عاجل پرفوره میداده، رحم پرفوره میسازه و ایجاب عملیات عاجل بدنی میکنه و ایجاب هیستریکتومی در نزد خانم میکنه. پس به خاطر نجات جان از اول ما آنتی بیوتیک تراپی میکنیم، ساحه انتان رو کم میکنیم و زمانی که مریض استبل شد بعد از کورتاژ ما سخت راجعه داریم. به 3 یا بیشتر از 3 سخت متولی و پیرد به سخت راجعه گفته میشه. اسباب وزی میتونه چی باشه؟ نقایص ساختمانی رحم باشه، میتونه رحم سپتشن باشه، دو قرن نباشه، یک قرن نباشه، کمبود پروژسترون، سندروم هاشرمن میتونه باشه و سندروم آنتی‌فوسفولیپید. تشخیص سخت به اساس چیه؟ میتونه سونوگرافی محولی کنیم، سونوگرافی بدنی کنیم، سطح بیتایستیجی رو تعیین میکنیم، مقدار پروژسترون رو تعیین میکنیم. اگر بیتایستیجی کمتر از 100 از 1000 میلیونیتری میلی لیتر باشه، کمتر از 1000 میلیونیتری میلی لیتر باشه و یا سطح پروژسترون کمتر از 5 نانوگرم فی میلی لیتر باشه، جنین مرده، یعنی سخت صورت گرفته. تداوی چه قسم تداوی میکنید؟ استفاده سخت منظور تداوی عبارت است مثلا امراض قلبیه، مریض امراض قلبی داره، مریض هایپرتنشن، کارز هایپرتنشن داره، ما یا کارسینومای عمق داره، یا یک تعداد آزمایشات پیشرفته تر در کشورهای دیگه انجام میشه، متاسفانه که در کشور ما نمیشه، مثلا مشکلات آناتومیکی داره، مشکلات های ذهنی داره در نزد جنین موجوده که باید عاجل سخت داده شه. از اینکه جنین ناقصه به دنیا میاد، جنین مشکل داشته باشه از نظر عقلی و عصبی، مریض قبلا سخت میدن در داخل رحم مادر، و یا اینکه تجاوز با محارم باشه، عاجل باید سخت داده شه. روش های طبی ما داریم، به چی شرط مریض اکسیتوسین بده، یا اینکه یک مایه هایپروسموتی که به داخل امنیون تطبیق میکنن، یا کسی امنیون مثل سالین 20-20 اگه زبار سخت چه، یا پروستاگلاندین مثلا میدن به صورت وریدی، به صورت عضلی، داخل امنیون خوراکی یا داخل محفلی. آنتی پروژسترون هایی که در کشور ما نیه میفیپریستون همراه میزوپروستول داده میشه و میتوترکسات همراه میزوپروستول که ای هم میتوترکسات در کشور ما نیه و مورد استفاده نداره. روش های جراحی ما داریم، از چی روش استفاده میکنیم؟ مثلا دایلتشن، ایواکوالشن، ایواکویشن، ایواکویشن چیه؟ یعنی اول دایلتشن مریض ما دوام میده مثل میزوپروستول، اون یا وجنال یا اورال نظم تجویز میکنیم، توسط اون صورت میگیره، بعد ازش تخلیه میکنیم. دایلتشن و کورتاژ اول توسط اون ایجاد میکنه توسط دوا، بعد از اون کورتاژ میکنه متویات توسط 58 میکشه و یکم دایلتشن اند ایکس ترکشن ای باشیه، دوا میدیم بریم مریض توسط اون ایجاد شده، بعد از اون بریم کشیدن متویات. این نظر به سن هم فرق میکنه، اگر در ابتدا باشه میتونیم دایلتشن و کورتاژ میکنه، اگر سن کلانتر باشه یعنی تقریبا 14 هفته 15 هفته باشه میتونیم دایلتشن اند ایواکویشن میکنه، تخلیه میکنه توسط 5 حلقه، و اگر بزرگتر باشه تقریبا 20 هفته و 19 هفته باشه، چون عضلان کامل تشکل پیدا میکنه به اینجی توسط و بروم کشیدن. کورتاژ به تنهایی مریض دایلتشن پیدا کرده، خونریزی داره، آجل ما کورتاژ میکنه. سکشن کورتاژ اگر خونریزی بسیار شدیده ولی اون اجازه نده که ما 5 حلقه یا 5 8 داخل اون رحم بسازیم که تصویر از اینجی هسته، ما عاجل چه کار میکنیم؟ ما مجبور میشیم توسط سکشن ما توسط سکشن متویات میکنیم بکشیم، که پیپ های از بسیار کوچکتره که داخل اون رحم میکنیم، از 5 حلقه ما باریکتر و نازکتر میباشه، میتونیم به سکشن پیپ سکشن وصل میکنیم و از متویات میکشیم. لپاروتومی گاهی اوقات ایجاب میکنم و بعد نمیریزه باز کنیم. هیستراتومی اگر کمتر از 28 هفته باشه، دایج شده باشه داخل بعد، ما میتونیم چه کار کنیم؟ هیستراتومی میکنیم، چون سگمنت سفلی تشکل نکرده سخته، پس به این دلیل عملیات از هم عین سزریانه، ولی در سزریان سگمنت سفلی نرم میشه، ساخت تشکل میکنه، ولی در این تشکل کردنیه این به نام هیستراتومی گفته میشه. ولی ما گاهی اوقات هم ایجاب میکنه که هیستریکتومی کنه، مثلا حمل آمده در نهی انترستیشیال پیش از اینکه این بکفه و خونزی بسیار شدید نزد خانم وجود به عاجل استریکتومی میکنه، بعد رحم خانم رو برمیداره. اختلالاتی که در کورتاژ وجود یک سوراخ شدن رحمه، که رحم چه کار میشه؟ ممکنه نزد خانم سوراخ شه رحم،
و هی ممکنه سوراخ شه و علت از این اگر مونتن باشه و ما مداخله کنیم ممکنه سوراخ شه، پارگی عنق بده، مثلا پارچه بزرگتر باشه، اگر به صورت بی تجربگی ما باشه به صورت درست ما کش نکنیم، پارچه به صورت درست نکشیم، محکمتر شدیدتر و مخربتر خود مریض برخورد کنه، ممکنه سبب پارگی عنق شه، پارگی رحم بده، خونریزی بسیار شدید ایجاد شه نزد مریض، مونتن چه صاحه مریض مصاب به عفونت های بعد از ریشه، پارگی اعشاب بده، گاهی اوقات پرفوره میده و کسی که تجربه کفینه داشته باشه یا مونتن باشه، سیپتیک عبارشن باشه، مریض زمانی که مراجعه میکنه بدون نزدیک آنتی بیوتیک بده، آجه مریض شروع میکنه به کرتاش کردن، زمانی که کرتاش کرد یا رحم شل و نازوکه پرفوره میده، این هم بدون نزدیک چون همه جدار های از یک نواخته فکر میکنه خود جدار رحم، هر مرتبه پنسر داخل منهیه میکنه و بالاخره امعار میگیره و اعشار میگیره و از منهیه کش میکنه داخل رحم و بالاخره ایجاب میکنه و بعد مریض باز شه. سخت ناقص میسازه، ممکنه یک قسمت پارچه بگیره بکشه و پارچه دیگه در داخل رحم بمونه که میتونه سبب خونریزی ها و منتن شدن بعدی میشه در نزد خانم. علائم پاک شدن زمانی که ما کرتاژ میکنیم، مثلا یک صدای دکتر میتونه بشنوه به نام کریپ نشان یاد بشه، مثلا راه رفتن به روی برف یا چیه مثل فرض های مهی، مثل رو مهی زمانی که تراش داده میشه خود کارت شوشته میشه، همون فرض های از روی صدای مثل کریپ نشان داره که همون صدا دکتر میشنوه به علت پاک شدن رحم، زمانی که داخل رحم پاک میکنه توسط پنس یا کلیت، آمدن خون کفتار، خون کفتار میه، گلابی رنگ و کفتار از ماجن میه و رحم هم کاملا تخلص میکنه. تشکر از شما، امیدوارم چیزی گرفته باشین و یاد بگیرین.